سلام، خوش آمدید. 250 فعال عرصه تئاتر در نامه‌ای به وزیر ارشاد از او خواستند که بر عرضه تئاتر آنها در شبکه نمایش خانگی سانسور اعمال نشود. در نهایت هم وزارت ارشاد ظاهراً با این درخواست موافقت کرده. در متن این نامه آمده ما ممیزی را رعایت کرده ایم، نه چون دوستش داریم یا پذیرفته ایمش یا برای من محترم است، بلکه چون ساکن مملکتی هستیم که عاشقان دوستش داریم و این بخشی از قانون آن است. نگاه همکاران سینمایی شما با توجه به لزوم ممیزی کاملا صحیح است. تغییر رسانه و طیف گسترده مخاطب ملاحظات دیگری می‌طلبد. اما پخش تئاتر از شبکه نمایش خانگی گستره مخاطبان را افزایش نخواهد داد. نامه نوشته تئاتر بینندگان مشخصی دارد که با تغییر رسانه تغییر نخواهند کرد و سختگیری شما تنها علاقمندان به تئاتر را محروم می‌کند. اینا بخشایی از نامه است. این نامه با واکنش گسترده‌ای مواجه شده. بسیاری به این نامه به خاطر اینکه معتقدند نامه پذیرش سانسور رو اعمال کرده انتقاد کردند. بخش دیگری اما میگن که اگر شما مجبور به کار زندگی تحت یک حکومت اقتدارگرا هستید، مجبورید به نوعی با چانه‌زنی با اون حکومت کارتون رو پیش ببرید. در این برنامه نگاه کلی‌تری به سانسور داریم، نه فقط در عرصه تئاتر، فراتر از اون در همه تولیدات ادبی و هنری. دو مهمان هم دعوت کردیم، محمد علی طالبی فیلمنامه نویس و کارگردان سینما از براتیسلاوا از اسلواکی با ماست و فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای سرکوهی، شما با این نامه مخالف هستید، اعتراض کردید، انتقاد تندی کردید. ممکنه یه مقدار سریع‌تر بگید که دلیل انتقادتون چیه به این نامه؟ ببینید، من این نامه رو یک نمونه میدونم که نمونه آسیبش برای آسیب شناسی پدیده‌ای که بهش میگم درونی شدن یا درونی کردن نظام ارزشی جمهوری اسلامی در روانشناسی فردی و جمعی و شعور اجتماعی ما یا بخشی از ما در دو دهه اخیر. حالا چرا این حرف رو زدم؟ برای این کسش که در دو دهه 60 و 70 جمهوری اسلامی فکر می‌کرد میتونه هنر اسلامی تولید بکنه، هنوز هم از نسل قبلی و کسانی که میراث بر نسل‌های قبلی بودن وجود داشتن در عرصه فرهنگ و هنر و خلاقیت هنری وجود داشت. در دو دهه اخیر، یعنی در دو دهه 80 و 90، حکومت اسلامی چون بعد از که متوجه شد در خلق فرهنگ اسلامی، هنر اسلامی شکست میخوره، شکست خورده، شروع کرد به ریل‌گذاری امنیتی در عرصه هنر و همچنین تولید انبوه کلیشه‌ای ابتذال. و از طرف دیگه نسل‌های جدیدی به وجود اومدن یا برخی از همون افراد نسل‌های قبلی چنان متحول شدن، و این البته اصلاح طلبان حکومتی در این زمین نقش بسیار زیادی داشتن، که نظام ارزشی تغییر کرد و اینها اون نظام ارزشی جمهوری اسلامی رو در خودشون چنان جذب و درونی کردن که از آن خود کردن. به همین نامه اگر نگاه کنیم میبینیم که حرفایی که میزنن و شما هم در مقدم بخشش رو گفتیم تماما استدلال های یک حکومت استبدادی است. میگویند سانسور قانون هست، ما مجبور به رعایت او هستیم. این درست هست از یک طرف. وقتی شما در ایران زندگی میکنین، به هر حال اگر بخواید آثاری در ایران منتشر کنین، از صافی های سانسور های گوناگون میگذرد. اما این حرف یک حرفه. اینکه سانسور کاملا صحیح هست و درست هست و لازم است و و و و یک حرف دیگری است. ما در دهه‌های قبلی می‌دیدیم که مثلا شما به نامه ما نویسندگان نگاه کنید، 134 نفری که امضا کردن. اتفاقا می‌خوایم در ادامه راجع به اون صحبت کنیم آقای سرکوهی. فقط اجازه بدیم ببینم آقای طالب. بله، من فقط یک نکته بگم. اونایی که نامه رو امضا کردن، بعضیاشون اصلا به سانسور تن نمی‌دادن، بعضیاشون البته می‌رفتن و اون به اصطلاح بعضی از پیشنهادات وزارت ارشاد رو می‌پذیرفتن، اما به سانسور اعتراض می‌کردن. این نامه هیچ اعتراضی نه تنها در مورد سانسور نداره، بلکه همونطور که خود شما در مقدمه گفتین میگه که سانسور کاملا در صحیح هست در بعضی بخش‌ها. بعد میاد یک تفاوتی بین افراد بشر قائل میشه. ما میدونیم آزادی بیان حق همگانی هستش. بله، میذارید آقای طالبی هم نظرشون رو بگم، بعد من با شما ادامه میدم. آقای طالبی، شما نظرتون راجع به این نامه چیه؟ خواهش میکنم. ببینید، این نامه‌ای که به هر حال نوشته شده، حالا انقدرم در موردش داره بحث میشه، خب یه واقعیت هست و اون اینه که اساساً هیچ کسی، هیچ هنرمندی سانسور رو دوست نداره و نمیخواد که اصلاً این سانسور بر کارهاش اعمال بشه. این یه قانونه، یه قانونیه که تو تمام دنیا وجود داره.
و دلیلش هم اینه که سانسور اساساً مثل یک بیماری میمونه. یعنی وقتی که به اصطلاح این بیماری به وجود میاد توی آثار یک هنرمندی، خب طبعاً یواش یواش همه چیز رو شروع میکنه از کار انداختن و خب طبیعتاً هم حالا نظامهایی که وجود دارن خیلی علاقه‌مندن که برای حفظ موقعیت خودشون این سانسور رو اعمال کنن و این چیزی که یه مقداری ناجوره اینجا اینه که هنرمندم در یک شرایطی قرار بگیره، انقدر بهش فشار بیاد و کاراش به اصطلاح متوقف بشه یا به انواع مختلف تحت سیطره این سانسور قرار بگیره که رفته رفته این رو شروع کنه به پذیرفتن. شما الان به هنرمندایی که اینو امضا کردن حق میدید یا نه؟ ببینید اینکه حالا حق میدیم یا نمیدیم، ببینید من اول موضعم رو روشن کنم. ببینید وقتی که سانسور اونقدر شدید میشه توی زندگی هنرمندها، این میاد روی میز کارشون، میاد توی خونهشون، میاد تو افکارشون. وقتی این اتفاق میفته ما میبینیم که این آثار هنری واقعا نابود میشه و اون هنرمندم نابود میشه. بنابراین من اساساً با هر گونه پذیرشی از طرف حالا هر هنرمندی باشه این که بخوان سانسور رو بپذیرن موافق نیستم و خب طبعا چیزایی تو این نامه نوشته شده که داره به یه شکلی انگار میپذیره، حتی اون قضیه خودسانسوری که واقعا مثل یک خیلی مثل بیماری بدیه داره پذیرفته. فکر میکنید اگر که اینها این کار رو نکنن، شما خودتون اشاره کردید که به هر حال در جامعه‌ای در حکومتی که اقتدارگراست و برای همه چیز زندگی افراد قوانینی میگذاره، این اتفاق افتاده که در هنر و ادب هم این به شدت ریشه دوونده و میاد روی میز کار افراد. این اصطلاحی هست که خود شما به کار بردید. خب چه کار باید بکنن؟ کار نکنن؟ یا اینکه نه، من اصلا نمیگم نباید کار بکنن، چون اصلا به من مربوط نیست. اینقدر هنرمندی ما با ارزشن و اینقدر زحمات فوق‌العاده‌ای کشیدن در تمام این سال‌ها، حتی قبل از انقلاب، و همیشه با این سانسور، با این سیطره ها مقابله کردن و روش های خودشون رو داشتن. و ما میبینیم فیلم های بسیار درخشانی هم توی ایران ساخته شده یا تئاتر های بسیار فوق العاده ای. من به هیچ وجه تعیین تکلیف نمی کنم، ولی معتقدم که این پذیرش ها، این مرحله به مرحله عقب نشینی ها از طرف هنرمندا، این نمیتونه صحیح باشه. یعنی این میتونه یواش یواش منجر به نابود شدن اون فرهنگ، به خصوص در زمینه تئاتر که خیلی فرهنگ سازه توی یک جامعه، میتونه منجر به نابودی اون بشه. آقای سرکوهی، فکر میکنید که چرا این نویسنده ها این نامه رو نوشتن؟ فکر میکنید چه چیزی باعث شده که اینو بنویسن؟ فکر میکنم من کسانی که از این امضا کنندگان این نامه هم هستن، اگر ما اینجا داشتیم هیچ کدوم اونها نمیگفتن که سانسور چیز خوبی هست. در اول نامه هم دو سطر نوشتن که من خوندم برای شما، نوشتن که ما سانسور رو دوست نداریم، نوشتن که ما نمیخوایم سانسور رو، ولی به خاطر اینکه قانون مملکت هست میپذیریم. فکر میکنید که چه کار میتونستن بکنن اگر که نمیپذیرفتند؟ ببینید چند تا نکته رو اصلا جدا بکنید. شما وقتی در یک حکومت استبدادی دینی زندگی میکنید مثل جامعه ایرانی و میخواید اونجا کار بکنید، حدی از سانسور و حدی از خودسانسوری به شما تحمیل میشه. هنر هم همیشه به اصطلاح یک چالشی، یک مبارزه ایست بین سانسور و خلاقیت هنری، چون خلاقیت هنری مخالف سانسور است. حالا بنابراین حدی از او به شما تحمیل میشه، اما شما میتونید در این حال که اون حد رو به شما تحمیل میشه و شما چاره جدی ندارید، اما می توانید با سانسور مخالف باشید، می توانید با سانسور مبارزه بکنید. ما در ایران همونطور که حالا گفتم، مثلا نویسندگان مثل 134 بعضیاشون به سانسور تن می دادن، اما با نوشتن اون نامه به سانسور اعتراض می کردن، خواستار لغو سانسور بودن، نه اینکه خواستار این بودن که مثلا سانسور در تئاتر کمتر باشه، در فلان جا بیشتر باشه. اون ریگوزا به نظر شما تغییر عمده از سال 74 تا حالا اتفاق افتاده که اون موقع نویسنده ها اون نامه رو می نویسن، الان هم نویسنده ها بخشی از تئاتر، کسایی که تئاتر رو می نویسن یا در تئاتر کار میکنن، یه همچین نامه‌ای که الان باش مواجهی می نویسن؟ ببینید، البته این نامه رو که همه فعالان عرصه تئاتر امضا نکردن، یه عده امضا کردن و برخی از اونها واقعا فعال عرصه تئاتر هستن، خیلی از اونای دیگه امضا نکردن. این پای همه نمیشه این نامه رو گذاشت، اما توجه بنابراین یه عده‌ای هستن که ارزش‌های جمهوری اسلامی رو ضروری کردن، میگن به ما تحمیل شده، اما در درون آنهاست. نگاه کنید به همین نامه، میگه که تئاتر عرصه اندیشه ورزی، سانسور کمتر بشه.
آزادی بیان جزء حقوق بشره. حقوق بشر هم برای همه افراد بشر یکسانه. شما نمیتونید بگین که برخی از افراد بشر باید بیشتر سانسور بشن، حالا ما که به وصل اندیشه ورز هستیم که مردم نیست هستن باید کمتر سانسور بشید. ببینید این نوع نگاه به انسان، تقسیم کردن آدم ها، درست نگاه مراجع تقلید شیعه هست، درست نگاه حکومتی که میگه ما تصمیم میگیریم که چه کسانی صلاحیت دارن که از چه اطلاعاتی برخوردار بشن یا چه افکاری رو بشنون. مسئله اصلی اینجاست، خطر اصلی. ببینید منظورتون هستم، عرضم اینه که چه فرایندی از سال 74 تا حالا در جامعه ایران اتفاق افتاده که ما با دو نامه کاملا متفاوت مواجه هستیم، از اون نامه که سال 74 شما امضا کردید و 134 نفر دیگه. بله، شما در این نکته خیلی اساسی اشاره میکنید که واقعا به من این 5-6 مطلب در این باره نوشتم، بسیار وقت مفصلی است. چه فرایندهایی انجام شده که سانسور اینچنین درونی شده؟ چون در گذشته کسانی هم بودن که دو سانسور اعتراض نمیکردن اما همراهی نمیکردن، موافقت نمیکردن. این اولین باریه که، حالا شاید من تون گفتم اولین باریه، اما این یکی از مهمترین مواردی است که یه عده‌ای آمدن و با سانسور همراهی میکنن. چه فرایندی رخ داده؟ فرایندی که رخ داده اینه، نظام ارزشی جامعه، نظامی که بر فضای هنری حاکم بوده، تغییر پیدا کرده. چرا؟ چون نظام سیاسی تغییر پیدا کرده، چون به خصوص در دو دهه اخیر به دلیل اینکه خب اون بنیادگراها که از اول میگفتن ما سانسور میکنیم، سانسور هم حق ما هست و اصلا اسلامی است، اصلا قانونی است، چه و چه و چه، یعنی اونا به سانسور کننده شرمگین نیستن، از کار خودشون دفاع میکنن. اصلاح طلبان حکومتی آمدن و با این به اصطلاح آمدن گفتن که ما باید با این حکومت به تعادل برسیم. تعادل یعنی اینکه بچی از اونها رو داشته باشیم، بچی از خود ما رو. این به تدریج در عرصه فرهنگ هم رخ داد. یکی از طرفداران همین نامه در نواری که در اینستاگرام منتشر کرده میگه که آرزوی من یک وقتی است که ما که مخالف سانسوریم و اونا که موافق سانسورن به یک نقطه تعادل برسیم. اصلا لغو سانسور به ذهنش نمیرسه. یعنی در واقع در این دو دهه ما یک ریزش داشتیم در زمینه آرمان‌خواهی، سیاست و در زمینه ارزش‌های انسانی. بله. و این نسل جدید در واقع به این آغوش شد. این یکی از دلایل نسل جدید. ولی تو این امضا کنندگان خیلی از افراد پیشکسوت هستن. بله، بعضی از اونها رفقای خوب و کارگزاران بسیار خوبی هم بودن، مثل قطب‌الدین صادقی، حادی مرزبان، کار بسیار خوب به صحنه بردن، مرجع برومند، به هر حال خدمات زیادی به تئاتر کرده. این البته نسل جدید که من میگم عمدتاً اینجوری هست. در واقع یک تحولی انجام شده در جامعه، در این عده، من نمیگم در همه جامعه یا در همه هنرمندان، زیادتون باشه که ما در همین جامعه ناصر طغایی داریم، در همین جامعه برام بیزایی داریم، در همین جامعه خیلی از کسانی داریم که تن به سانسور نمیدن. اگر ولی بهرام بیزایی مجبور از مملکت خارج بشه، چقدر میشه در مملکت موند، در مملکت کار کرد و تن به این سانسور نداد؟ باز شما توجه بکنید، بحث این نیستش که ببین باید در مملکت موند. من دو آدینه 11 سال در شرایط سانسور آدینه در آوردم، درسته؟ یعنی کار کردم در آدینه، من در رای بودم، یه گروهی در میوردیم، در خیلی از موارد هم مصلحت گرایی رو رعایت میکردیم. باید در مملکت موند و تا اونجایی که میشه در مملکت کار کرد. این کار هنر و فرهنگ و غیره هست. اما اینکه شما مصالحی رو در نظر میگیرید، مصلحت دوام رو، مصلحت کار رو، چه و چه و چه و چه، یا اصلا سانسور به شما تحمیل میشه، مصلحت هم در نظر نمیگیرید، صداتون میکنم میگرد باید این کار بکنید، یه بحثه. اینکه شما در درون خودتون با سانسور همراهی، همدلی، همزادپنداری میکنید، یه بحث دیگه است. شما میتونین زیر فشار ظلم قرار بگیرین اما با ظلم مخالف باشین، سعی بکنین با ظلم مخالفت کنین، اما وقتی اومدین ظلم رو توجیه کردین یه بحث دیگه است. این نامه توجیه ظلم هست، نه اینکه مثلا اجبار موقعیت. آقای طالبی، شما خودتون میگفتید که باید به هر حال باید کار کرد، نه باید سانسور رو پذیرفت. شما در ایران هم کار کردید، چطور آثار شما تاثیر میگذاشت سانسور؟ آیا میتونستید با سانسور کار کنید و خلاقیت خودتون رو حفظ کنید؟ من فکر میکنم اساساً کلن اصلا مردم ما در همه سالها همیشه انگار همیشه این سانسور رو داشتن. از مثلا فرض کنید که یه دانش آموزی که توی مدرسه است، خب این سانسور رو داره با خودش، یعنی یه چیزایی رو توی خونه نمیره بگه، یه چیزایی رو برعکس تو مدرسه نمیاد بگه و اینو آموزش میبینه. و اساسا کل جامعه ما تاریخی یه جوری همیشه این ترس بالا سرش بوده، همیشه این نگرانی بالا سرش بوده که یه چیزهایی رو پرده پوشی کنه، نگه. این ربطی به الان هم نداره، شما از دوران حافظ و نمیدونم قبطراش و اینا میتونید اینو ببینید. البته تو جوامع دیگه هم هستش، یعنی همیشه این خودسانسوری، این که یه چیزهایی رو نباید بگی واقعا وجود داشته. در مورد کارهای من خب کمتر، شاید به دلیل اینکه من به یه شیوهی کار، مثلا فرض کنید من کمتر از
بازیگران زن توی فیلم هم استفاده میکردم. احساس میکردم که نیست؟ یعنی شما یک 50% جامعه رو از کارتون حذف کردید. بذاری من براتون بگم، دقیقا محدودیته و سانسوره و این کارا رو همه کردم. یعنی هر فیلمساز بسیار برجسته‌ای که تو کشور ما بوده به محض اینکه یه روسری گذاشته سر بازیگرش و اونو گذاشته جلوی دوربین، یعنی این بازی رو پذیرفته. و ما بسیاری از هنرمندایی داشتیم که همون روزی انتقاد می‌کنید شما اگر همه مجبور شدن بپذیرن، اگر همه پذیرفتن، انتقادتون به چیه؟ چرا به این 250 نفر به طور ویژه میگید که نباید این نامه رو می‌نوشتن یا این نامه درو؟ اتفاقا من انتقادی به این آدما ندارم و من ببینید خانم فاطمه معتمد آریا، آقای صادقی، خانم گلاب آدینه و این دوستانی که حالا این نامه رو به هر حال امضا کردن، اینا بسیار آدمای محترمی هستند. من حتی فکر میکنم که این افراد برای کمک به در واقع به اون دوستانی که این نامه رو میخواستن بنویسن اومدن، چون اینها واقعا نیاز مادی هم ندارن، یعنی آدمایی هستند که دارن کار میکنن، موفق هم هستن. مسئله این بوده، فکر میکنم اون عمق ماجرا این بوده که این افراد میخواستن به نوعی تو این شرایط کرونا ویروس و این مشکلاتی که بوده اون آثاری رو که داشتن پخش کنن. شما ببینید این بسیار سخته که یک مگه افرادی همه همین وضع رو ندارن؟ مگه از آغاز تا پایان؟ بله. خیلی سخته که آدمهایی که به خصوص تئاتر کار میکنن و توی تمام این شهرستان ها هستن با عشق و علاقه میان یه ماه دو ماه پدرشون در میاد یه تئاتری رو تمرین میکنن، همه کاراشو میکنن، بعد میره اونجا سانسور که میشه هیچی، بعضی موقع توقیف میشه. ببینید چه بار وحشتناکی رو دوش یه بازیگر و کارگردان و همه عوامل فرود میاد. و خب حالا اینا اومدن تو این شرایطی که اصلا نمیتونن حتی رو صحنه تئاتر برن، اومدن تصمیم گرفتن که اون فیلمایی رو که داشتن، اون تله تئاترایی که داشتن رو یه جوری پخش کنن و اومدن این نامه رو نوشتن. من بحثم این بود که نفس اون نامه، یعنی اون چیزی که اون تو نوشته شده رو من نمیپذیرم. یعنی فکر میکنم ولی درکشون آقای سرکی نظر رو دارن، نمیپذیرم. ولی اینکه این بچه‌ها حالا اومدن یه چنین کاری کردن و بیشترشون هم همکارای ما بودن، این که بخوایم بگیم این از عمد بوده و یا اینا میخواستن واقعا یه مسیری رو باز کنن، اینا من بعید میدونم، چون تمام این بچه ها رو میشناسن. آقای سرکوی نظرتون راجع به این حرفا چیه؟ فکر میکنید که آیا قابل توجیه هست که به هر حال برای اینکه کارتون پیش بره در یک نظام اقتدارگرایی به شکلی که الان هست مجبور بشید نامه‌ای بنویسید و در نهایت هم این نامه نتیجه داده دیگه، بهشون گفتن باشه حالا کار شما رو دوباره ممیزی چند باره نمی کنیم، میتونه برتون شبکه نمایش خانگی؟ ببینم نگفتم اینا عمد داشتن یا سخت داشتن یا غیره، یه متن هست، ما داریم برای اون متن حرف میزنیم. دوم اینکه ما نگاه میکنیم ببینیم در این متن چه بینشی داره به جامعه گفته میشه. در این متن داره به جامعه گفته میشه سانسور خوب هست، سانسور بیشتر سینما و بیشتر تلویزیون هم خوب است، اما تئاتر باید کمتر سانسور بشه. این نگاه همراهی و همذاتی با سانسور است. شما البته این نکته کاملا درست است که وقتی شما در جامعه ایران زندگی میکنین، خودتون رو با شرایط جامعه ایران تطبیق میدین و به هر حال چاره ای جز این ندارین، آثاری هم میآفرینین. و در این حال هم توجه بکنیم که حاکمیت ما نداریم، ما میتونیم از انواع مختلف سانسور صحبت کنیم، سانسور دینی، سانسور اجتماعی، سانسور اخلاقی، در خیلی جوامع هم سانسور است، سانسور رسانه و غیره و اینا. ما داریم اینجا اما از سانسور دولتی صحبت میکنیم، از سانسور سازمان یافته دولتی پیش از انتشار. این باز فرق داره با اینکه ما بلافاصله میگیم در همه جوامع سانسور است. در همه جوامع سانسور دولتی به شکلی که در ایران هست نیست، آدم‌ها رو نمی‌کشن، نمی‌دونم زندان هم نمی‌کنن. این قاطی نکنیم مسائل، وقتی قاطی می‌کنیم به نتایج مبهمی می‌رسیم. این نامه درباره سانسور دولتی هست، ما هم داریم راجع به سانسور دولتی رسمی سازمان یافته صحبت می‌کنیم. هنرمندانی که در ایران هستن همونطور که شما گفتین، ایشون هم گفتن، مجبورن خودشون تا حدی با این سانسور دولتی سازمان یافته هماهنگ بکنن تا بتونن کار بکنن. این هم کسی راجع به این انتقادی نداره. عرض کردم در این صورت خود من 11 سال در آدینه کار کردم. اما بس این است که شما همراهی میکنین، همزاد پنداری میکنین، توجیه میکنین این سانسور رو یا با اون مخالفی. یعنی انتقاد شما بیشتر به متن این نامه است. این از بله، یعنی انتقاد شما بیشتر به متن این نامه است، این متن رو نمیپسندید؟ نه، این زبان و این متن، فقط من بهش، نه که فقط من به زبان و متن انتقاد دارم،
به اون نگاهی که پشت این هست انتقاد دارم و به همین دلیل اون رو رفت دادم به اون نگاهی که خواستار حفظ چارچوب جمهوری اسلامی است با اصلاحاتی، چون این نگاه خواستار حفظ سانسور هست با اصلاحاتی. برای همین من اون دوتا قرینه هم گذاشتم و درونی کردن ارزش ها کل ارزش های نظام جمهوری اسلامی صحبت کردن. شما اگر نگاه بکنین دیگران مثلا ساکتند، سانسور هم رعایت میکنن اما ساکتند، نمیگن خوبه یا بده. این حد اکثرش دیگه. یا مثلا گاهی هم مخالفت میکنن اما وقتی شما میان اینو توجیه میکنین، درست همونطور که چارچوب جمهوری اسلامی رو توجیه میکنین، میگین این چارچوب خوب هست اما ما باید اصلاحاتش بکنیم، یعنی در واقع تطبیق دادن، به قول معروف اینتگره شدن، جذب شدن، درونی شدن، اسیمیله شدن در یک ساختار نظام استبدادی. این نامه، نه فقط این نامه، البته خیلی دلایل چیز دیگه هم هست، نشانه این هستش که این اسیمالیسیون، این جر، این به اصطلاح ادغام صورت گرفته. این ادغام هست که برای فرهنگ خطرناکه، وگرنه تن دادن به برخی از مواقع سانسور رو همه میکنن، منم کردم، دیگران هم. آقای طالبی، شما اشاره کردید که اینها مجبور بودن، شما همدلی دارید با اینکه به هر حال اینها یک کاری رو تولید میکنن، مدت طولانی روش کار میکنن، به خاطر سانسور، به خاطر ممیزی مجبورشن حذفش بکنن. چقدر فکر میکنید که خصوصی شدن بحث تئاتر و اینکه تئاتر به این شکل شیوهش به هر حال ده سال اخیر به خصوص خیلی تغییر کرده دیگه، از اینکه در دو تا سالن وسط شهر تهران تبدیل شده به یک هنری که به هر حال خیلی همه‌گیرتر شده، چقدر این تاثیر داره؟ چقدر خصوصی شدن تئاتر تاثیر داره؟ من فقط یه پرانتز کوچیک باز کنم برای دوست عزیزمون آقای سرکویی که خیلی احترام براشون قائلم. ببینید، سانسور اتفاقا توی دنیا سانسور که میکردن هیچی، آدم هم میکشتن، از جمله توی شیلی که دستای ویکتور خارا رو شکستن که بسیدن تار بزنن. بذاریم من صحبتم آقای اجازه بدید سوالتون تمام شد، من حتما به شما وقت میدم آقای سرکویی. در ترکیه همین جمال قاشقچی رو چند وقت پیش تو چرخ گوش رو اینا لهش کردن، رفت توی پازولینی رو زدن در بوداغون کردن، مکارتی و ژدانوف هم توی به هر حال حالا شوروی سابق و نمیدونم اینا دوره داره. ببینید، یه تاریخ یه گردونه است، هر دوره میرسه به یه کشوری. ما چیزای وحشتناکتری داریم، حتی توی فرانسه با سنگ بعد از ساخته شدن فیلم سلام بر مریم با سنگ زدن تو سر آقای ژان لوک گودار که برگشت گفتش که ای کاش به طرف من یه گلوله ای میزدید. میخوام بگم که این ماجرایی که حالا کشتن، حالا در قرن‌های مختلف، من خیلی کلی این بحث رو مطرح کردم در مورد این بچه، این قضیه تئاتر که میفرمایید که تئاتر چی شده که حالا اینجوری اومده توی بخش خصوصی و اینا. ببین، اینا یه سری سیاست‌هایی بوده، یعنی یه سری برنامه‌ریزی‌هایی بوده که به خصوص تئاتر رو ببرن به سمت یه جوری کمدی، یه جوری که مثلا پول در بیاره، کار بکنه. و اتفاقا از این زاویه ها هم به تئاتر به عنوان یک جریان فرهنگساز و اجتماعی، به عنوان یه جریان منتقد، اینا لطمه زدن، یعنی باعث شدن که یه سری تئاترای که فقط جنبه سرگرمی و سرگرم کردن من یا اصلا فرمالیستیه، در واقع مفهومی نداره، اندیشه ای رو بیان نمیکنه، خیلی گسترش پیدا کنه. از یه طرف هم به همه گیر شدن تئاتر کمک کردن، نکردن؟ اینکه خیلی ها که تئاتر نمیرفتن الان خب تئاتر میرن میبینن. بله میبینن، ولی اینکه چی میبینن، این خیلی مسئله مهمیه. اگر ما برای، یعنی انسان دوره قرن 19 مثلا شوروی رو میشناسیم، روسیه رو میشناسیم، از آثار چخوف میشناسیم، یا اگر توی آمریکا متوجهم. ولی میگم سوال من فقط اگه ممکنه، چون وقت کمه، به نظر شما اینکه این به این شکل در اومده تئاتر، در اینکه چنین نامه های امضا بشه تاثیر داشته، در اینکه به هر حال تئاتر تبدیل شده به یک هنری که بعد ازش پول در بیاد؟ درست. من اصلا با این موافق نیستم که اینکه خوبه اینکه از تئاتر داره پول در میاد یا هم اشکالی نداره پول در بیاد، ولی یه اتفاق اون پشت داره میفته. بسیاری از تئاترهای خوب توقیف میشن و یا سانسور میشن و یا اساسا محو میشن. من بحثم اینه که تئاتر مثل هنرهای دیگه یک رشته است برای ارتقای جامعه، ارتقای فرهنگ جامعه. وقتی ما کارگردانهای تئاتر رو، اون اندیشه، آدمایی با اندیشه تئاتر رو یه جوری خیلی زیرپوستی هضم میکنیم و نمیذاریم که اونها آثارشون رو بیارن، خب طبعا داریم یه دوره رو از بین میبریم. متوجه. یعنی
ممنونم. آقای سرکوی بفرمایید یه دقیقه وقتت بر جنبندی بفرمایید. من چند جمله بگم. یکی این که خلاقیت هنری از اول تاریخ تا حالا در همه کشورها در همه جای دنیا مبارزه هنرمند هست با انواع سانسورها. اما این که ما بیای بلافاصله بگیم فلان جان دست بریدن فلان جان پس عیبی نداره سانسور در ایران یا طبیعیه یا چه میدونم گردونه تاریخ هر کسی چند روز نوبت اوست، نوعی توجیه سانسور است، شوخی هم نداریم. این یک نکته. در ایران ما از سانسور سازمان داخلی دولتی صحبت میکنیم که چه دینی و اخلاقی غیر است. دوم اینکه نکته ای که گفتید در مورد شما به این نکته جالبی اشاره کردین. یکی از عوارض این دو دهه اخیر که من گفتم فرق داره با دهه قبلی همین یکیش به اصطلاح خصوصی سازی تئاتر بود که در واقع این بود که هنر رو در سطحش چنان پایین بیاریم که این بتونه به اصطلاح پول ساز باشه. و یکی از زمینه های اون پشت نوشتن یک چنین نامه‌ای هم همونطور که شما گفتید تو سوالتون به درستی همین هست، یعنی عامل اقتصادی. تئاتر ایران با یه مشکل، تئاتر در همه دنیا، در دنیای پیشرفته منظورم اروپا است، به کمک دولتی، به کمک نهادها وابسته هستش. در ایران وقتی به دولت وابسته میشه طبیعتا دولت سانسورش میکنه، عقیدش میکنه. از طرفی وقتی به بازار آزاد میره به خاطر سطح فرهنگی سانسور غیره و غیره و غیره دوچار نوع ابتذال میشه. این بنبست تئاتر ایران است. جمهوری اسلامی هم از اول از تئاتر از بیشتر دیگر هنرها میترسید چون تئاتر اجرای زنده است، کنترل پذیر نیست. در مجموع میشه این گفت تئاتر با یک بنبست و به همین دلیل ما تئاتر خوبی خیلی کم داریم. در مجموع میشه که ما با تئاتری های ایران با یک مشکل بزرگ روبرو هستند، هم سانسور، هم بازار، هم محتوا و هم همه اینها. متشکرم آقای سرکوی. متاسفانه وقت ما تموم شد اینجا. آقای سرکوی، آقای طالبی، ممنونم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما. امیدوارم که بتونید برنامه رو به صورت یوتیوب تماشا بکنید اگر علاقه‌مند هستید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه است. شب روزتون خوش.